کشور سلطان‌نشین عمان در حال تبدیل شدن به مقصد گردشگری شیعیان از عراق، ایران و لبنان است. اما راز این ماجرا چیست؟ همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه توجه شما را به دیدن آن جلب می‌کنم. کشور عمان چندی است که شاهد موج گسترده‌ای از حضور گردشگری مذهبی و باستان‌شناسی شده است. وجود تعدادی از زیارتگاه مذهبی متعلق به انبیا و اولیا و صالحان پیشین در عمان، شیعیان عراق، ایران، لبنان و دیگر مناطق را ترغیب به زیارت آنها کرده است. تعدادی از صاحبان شرکت‌های گردشگری عراق در گفتگوهای جداگانه‌ای با خبرگزاری اخبار شیعه تأکید کردند که عمان به دلیل جاذبه‌های گردشگری فرهنگی و وجود زیارتگاه‌های مذهبی به مقصد مورد علاقه گردشگران شیعه عراقی تبدیل شده است. صاحبان شرکت‌های یاد شده در ادامه گفتند عمان از آزادی زیادی برای انجام مناسک مذهبی و فعالیت‌های شیعیان برخوردار است که همین مسئله باعث شده که توجه بسیاری از افراد و مراکز به سوی آن جلب شود. لذا شیعیان عراق این کشور را در لیست مناطق گردشگری خود قرار دادند. تقریباً 2 سال پیش بزرگترین مسجد شیعیان این کشور به نام مسجد السلام در مساحتی به وسعت 13139 متر مربع در مسقط افتتاح شد. استان ظفار عمان نیز دارای زیارتگاه بزرگی منصوب به یکی از پیامبران الهی به نام حضرت عمران است که به یک پایگاه مذهبی تبدیل شده و محل زیارت شیعیان قرار گرفته است. همچنین در تعدادی از استانهای این کشور قبور تعدادی از اولیای صالح و علمای بزرگوار مکتب اهل بیت علیهم السلام قرار دارد که زائران برای تبرک جستن و بهره‌گیری ثواب به آنجا می روند. لازم به ذکر است که از بین گروه‌های مختلف شیعی در عمان شیعیان بهارنه دارای جایگاه ویژه‌ای بوده و در دستگاه‌های دولتی دارای مقام و نفوذ هستند. شیعیان لواطی هم که در اصل پاکستانی و دارای تحصیلات عالیه و اغلب آنان مسلط به زبان انگلیسی می‌باشند، به صورت جدی وارد فعالیت‌های تجاری شدند. گفتنی است که شیعیان عمان از آنجایی که در اقلیت هستند، هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و اغلب فعالیت‌های آنان فرهنگی و دینی می‌باشد. گروهی از شیعیان عمان دارای تحصیلات عالیه بوده و در کنار آنها گروهی دیگر جهت تحصیل علوم دینی به قم و نجف می روند که بعد از فراغت از تحصیل دوباره به عمان باز می گردند. لازم به ذکر است که بیشتر برنامه‌های فرهنگی و دینی شیعیان در مساجد و حسینیه ها برگزار می گردد. جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی از مسقط همراه ما هستند تا پیرامون گزارشی که شنیدیم توضیحاتی برای شما بینندگان عزیز ارائه دهند. جناب آقای مقدم، سلام و عرض ادب. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. این در خصوص عمان من اصلاح کنم که البته وقتی عمان میگید یه خورده تشابه پیدا میکنه با پایتخت اردن. کشور عمان با توجه به حتی که همکار از خوندن درست که خب خصوصه است و بنای بر این که وقت صنعت توریست توجه بیشتری رو از خودشون نشون بدن در سند باز بیست من وقتی من نگاه میکردم متاسفانه با نخو که من دارم دولت و سلطنت عمان به نظر من نسبت به توریست توجه جدی نشد و باید که تجدید نظر بکنن اگر بخواهم که به مسائل توریست و صنعت توریسم و درآمدهای برای این کشور کنه اهتمام بیشتری داشته باشن. خب این که محل مراجعه شیعیان باشه این درست باشه از جهاتی. دلیلش هم که دو تا کشور پرجمعیت شیعه در اطراف عمان هستند، یکی سوریه و یکی عراق، و این دو کشور به لحاظ بتواند عمان جاذبه توریستی ایجاد کنه و بتواند از محل درآمدهای توریستی کمک به اقتصاد خودش بکنه لغو روادی هستند بدون اینکه میز کنند. خود این لغو روادی جاذبه ایجاد برای توریست‌ها که به این کشور مراجعه کنند.
ظرفیت های خوبی در عمان هست برای توسعه گردشگری. یعنی اگر شما مراجعه کنید با آمار و ارقام، مثلا کشورهای همسایه مثل امارات که الان حداقل دبی در 2023 حدود 14 میلیون توریست داشته، اما اینجا در سند 2040 عمان شما وقتی ملاحظه میکنید آمار توریست در سال 2023 حداقل 3.5 میلیون بوده و چشمانداز اینها برای 2040 یعنی 16 سال آینده رسیدن به عدد 11.7 میلیون است. حالا من احترام میذارم به این مطالعات که شما داشتید و اعلام کردید، اما به نظر خود من اون چیزی که شما عرض کنم بتونه به عنوان جذابیت‌های گردشگری در عمان باب بشه و این کشور به دنبال این موضوع باشه زیاد جدی نیست. عمان بیشتر الان مطالعاتش و سرمایه‌گذاری‌هاش در صنایع ماده، صنایع سنگین، پتروشیمی، پالایشگاه و لوجستیک هست که در بندر آزاد دوغم الان تلاش دارن میکنن که این بحث لوجستیک رو پیش ببرن و در سایر حوزه‌ای که عرض کردم پالایشگاه و پتروشیمی هم همینطور دارن به صورت جدی فعالیت میکنن و کار. بنابراین به نظر خود من به عنوان کسی که 10 سال شاید بیشتر اینجا مطالعاتی داشتم، مشاهداتی داشتم و دارم میبینم از نزدیک وضعیت رو، نمیتونه حداقل اینکه نمیتونه به این زودی‌ها رقیب جدی باشه برای کشوری مثل امارات، برای کشوری مثل ترکیه که حداقل اونم در سال 2023 44 میلیون توریست رو جذب کرده و جذابیت های زیادی هم نداره. ظرفیت داره، یعنی در عمان شما پتانسیل برای ایجاد ظرفیت گردشگری هستید، اما اینکه چرا این توجه نمیشه به این ظرفیت دیگه این مطلبی است که باید در برنامه های کلان دولت عمان دید. خود من اینجا میبینم، بارها هم شاید تو جلساتی که با مقامات ارشد اینجا داشتیم گفتم که 2000 کیلومتر مرز آبی عمان هست از استان مسندم تا مرز یمن. 2000 کیلومتر مرز آبی خب کم ظرفیت نیست برای اینها که بتونن از این ظرفیت بزرگ استفاده کنن، اما شما وقتی الان در نقشه نگاه میکنید یا در مطالعات دیگه میبینید 1-2% ساحل اختصاص پیدا کرده به مناطقی که برای توریستا جذاب، هتل هایی که کنار سواحل هستن و میان استفاده میکنن، ولی سایر این منطقه آزاد هست و بکر و دست نخورده باقی میمونه. به حال این وضعیت عمان هست. خب شیعیان و سایر ادیان اینجا آزادی دارن که به قانون اساسی عمان، میدونید که جمعیت عمان خب 90% مسلمانن که مسلمان عبازی هستن. عبازی هم خب نه تسنن محسوب میشه نه تشیع، یک مذهبی بین این دوتا، چه بسا به شیعه هم نزدیکی بیشتری داره اعتقاداتشون و این خودش میتونه کمک کنه به این که شیعیان با طیب خاطر بیشتری به این کشور سفر کنن و بتونن از جاذبه های توریستی اینجا که عرض کردیم زیاد نمیتونه مورد توجه بشه استفاده کنن. و به نظر خود من عمان برای اینکه بتواند شما از کنم پایگاه باشه، به عنوان یک مرجع باشه برای گردشگران شیعه و خصوص که اشاره کردن همکارتون، هنوز راه زیادی رو باید طی کنه تا برسه به اون منزلی که باید باشه. و عرض کردم تأکید میکنم ظرفیت های خوب داره برای گردشگری، اما سلطنت عمان به این موضوع اهتمامی نداره. ما در برنامه‌هایی که داریم می‌بینیم در سند چشم‌اندازشون به خصوص که اشاره کردم و انشاءالله روزی برسه که بتونن این کار رو جدی بگیرن و به سمت توسعه‌اش برن. بله، با تشکر از جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی که از مسقط همراه ما بودند و توضیحات مفیدی را برای شما بینندگان عزیز ارائه دادند.